دوباره برگشتیم میرند و یه عزیز و قسمه که گفتم بخش دکتر خود باشید هست. دکتر صبح خوش آمدین و صبحتان بخیر. صبح شما بخیر، صبح این عزیز بخیر. امیدوار هستم صحبت های ما برشان مفید واقع شود. سلامت باشین. بازم میگم بازم یاد بونی میکنم بیننده ای عزیز که روی چند راهکار برای درمان امراض معده به صورت کلی صحبت میشه و بر شما گفته میشه. البته به صورت کلی مقصدم از تمام امراضی که برمیگرده برای معده. خب در ابتدا یک بستی تصویر رو میبینیم مرتبط به این موضوع و دوباره برمیگردیم اینجا هستم. شما هم برنامه رو دنبال کنید. معده یا شکم عضو توخالی عضلانی و حجیمی از لوله گوارش است که به شکل لوبیا می باشد که در مرحله دوم گوارش عمل می کند. ممکن است ناراحتی های معده را سوی هاضمه بنامید، ولی پزشکان این حالت را سوی هاضمه بدون زخم نام نهادند و این بدان معنی است که فرد به نوعی ناراحتی معده دچار می شود که گهگاه با دل درد و تهوع همراه است و غالباً به دنبال خوردن غذا اتفاق می افتد که نوعی حساسیت فوق‌العاده معده می باشد. و اما چه نوع مواد غذایی بیشتر باعث ناراحتی های معده می شود؟ گاهی معده افراد سالم با خوردن مواد غذایی مانند مایونز، کلم، خوراک های سرخ شده و شور دچار درد شده و از خود واکنش نشان می دهد. کسانی که دچار سوی هاضمه بدون زخم شدند با صرف قهوه، گوشت سرخ، غذاهای سرخ شده، نوشابه های گازدار و آب میوه به درد معده گرفتار می شوند. افرادی هم که زخم معده دارند، پس از خوردن قهوه، نوشابه های گازدار و آب میوه با شدیدترین واکنش های دردناک معده روبرو می شوند. معده بعد از قلب مهمترین عضو بدن است. پس بیایید با محافظت کردن از خود، دکتر خود باشید. خب اینا بحث تصویری مرتبط به موضوعی که امروز در بخش دکتر خود باشید صحبت می کنیم و با دکتر صاحب صحبت های داریم. خب دکتر صاحب بریم شروع کنیم و قسمی که در تصویر گفته شد بعضن غذاهایی که نامناسب میشه نامناسب میباشه برای معده باعث ناراحتی معده میشه و باعث این میشه که خب معده به یک مشکل بر بخوره. دیگه چه مواردی میتونه که معده را از حالت نرمالش بکشه و به یک حالت غیر عادی و غیر نرمال برگردونه؟ البته ببره. خوب تابانجان، یک چون خودتانم میفهمین که معده فعلا در بین اجتماع ما یک مسئله بسیار کلان شده. در حدود بالاتر از 70% مردم افغانستان با تکلیف های معده مواجه هستند و تکلیف هایشان از شدت های مختلف است، مثلا از یک درد بسیار خفیف تا خون ریزی هایی که تا از سبب زخم ها و زخم های بسیار عمیق رخ میده وجود داره و این کلش ارتباط میگیره به همین طریقه و نحوه زندگی ما و شما. ای که ما چی میخوریم، چی میکنیم، چند وقت غذا میخوریم، اینا کلش تاثیرگذار هستند. قبلا در پروگرام ها یادآوری کرده بودم که در هر چیز یک بالانس یا توازن ضرورت است. وقتی که ما اگر غذا هم میخوریم باید در غذای ما توازن رو در نظر بگیریم و همین توازن سبب میشه که معده ما درست فعالیت کنه. ببینید معده یکی از مهمترین اجزای سیستم هاضمه است. یک گفته میتونیم که آسیای بدن ما و شما معده است. هر چیزی که میخوریم او به پارچه های کوچک به معده تبدیل میشه، بعد از او باز در روده ها هضم میشه. به این دلیل در قسمت های مختلف باید در غذا متوجه باشیم که غذاهای ناسالم اول نخوریم. اول در قسمت چیزهایی که بسیار زیاد به معده مضر هستند، این عبارت از همو غذاهای تند است یا اضافه کننده های تند است، مثلا مرچ است، مثلا سرکه است، چتنی است، ترشی است که یک رواج است که اصلا خصوصا در موسم سرما کاملا زیاد میشه استفاده از اینا و همچنان استفاده از غذاهای سخت و نیمه خام، خصوصا گوشت. اگر گوشت سخت باشه بالای معده کاملا فشار زیاد آورده و سبب میشه که مشکل برای معده پیدا کنه. غذاهایی که در روغن سرخ شده باشه، یعنی یک سطح سوخته داشته باشه، یک مثل چپس یادآوری کرده میتونیم، مثل کباب هایی که در روغن سرخ میشه دیگه، امیم امثال ازی غذاهایی که دارای مقدار بلند مواد نشایسته ای باشن مثل سنکس، مثل برگر و این مسائل، امی غذاهایی که سریعا آماده میشه اینا بسیار زیاد به معده مضر هستن.
خب میام روی از دکتر صاحب که خوردن غذای نامناسب در وقت نامناسب چقدر میتونه برای معده ضرر برسونه و مشخصا این غذاهای نامناسب کدام غذاها میتونه باشه و وقت نامناسب که صحبت کردیم خوب وقتای نامناسب اصلا برای معده چی رقم یک حالت ما باید برای معده خود داشته باشیم غذا وقتی بخورین که احساس گشنگی میکنین یعنی وقتی که معده خالی شه از ضرورت بدن بر غذا بلند بره در بدن انرژی کافی نباشه طبعا دماغ بالای معده حکم میکنه و معده همونطور یک احساس گشنگی را پیدا میکنه بله. و ضرورت پیدا میشه که غذا نوشان کنیم با شما بهترین وقت اون وقت غذا خوردن است که ما احساس گشنگی بکنیم دقیقاً باز اون وقت چی باید بخورم مطابق بر روز مثلا اگر اید نیمه اول صبح است طبعا غذاهای بسیار مکلف مغذی میتونیم از اینجا استفاده بکنیم ولی اگر ای در نیمه دوم روز است نسبتا سبکتر و اگر از طرف شب است سبکترین غذا باید استفاده شوه خصوصا از میوه‌جات اگر استفاده شوه بسیار خوب است اگر ترکاری باب استفاده شوه بسیار خوب است در ترکاری ها هم بعضی چیزهایی که مثلا کسایی که تکلیف معده دارن مضر است برشان مثلا نوش پیاز بسیار زیاد به معده مضر است مثلا بادنجان رومی بسیار زیاد به معده مضر است در صورتی که خام نوش جان شود در این صورت کسایی که نال دو طبقه مردم میشه یکی کسی که تکلیف معده داره و کسایی که تکلیف معده نداره اگر کسایی که تکلیف معده ندارن اینا کوشش بکنن که اینمطور غذاهایی که تند و تیز و سرخ کرده و زیاد شور و یا زیاد شیرین است اینا را از غذای خود کم بسازن یک توازن در بین غذایشان باشد و کسایی که تو تکلیف معده مواجه هستند کاملا و جدا از همین کاتگوری غذاهایی که یادآوری کردیم جلوگیری بکنن به خاطر از اینکه هر قدر که تداوی بگیرن اگر که پرهیز خوب نکنن تداوی نتیجه نمیده یعنی پرهیز در امراض معده یک جزء بسیار زیاد مهم است و اساسی ترین بخش از تداوی را تشکیل میده ببینید یک دوا یک مریض میخوره او اسید معده را پایان میاره بل با تعقیبش ما کم احساس راحتی میکنیم یک چیز تند میخوریم دوباره مشکل به مو حالت اولش برمیگردانه و شاریدگی هایی که در سطح معده در جریان بلند بودن اسید رخ میده و یا کدام زخمی که در حال التیام است دوباره او را تخریشات ایجاد میکنه و درد دوباره تشدید میشه به این دلیل در اینطور مواقع باید متوجه باشن که پرهیز بسیار زیاد جدی بگیرن دو چیزی که من میخواهم یادآوری کنم که برای معده بسیار زیاد مفید است در ضمن از اینکه غذاهای سالم مثلا بدون زیاد مصالحه بدون مرچ مسائل باشه یکی نوشیدن آب صبحانه قبل بعد از بیدار شدن است یکی از طریقه های بسیار زیاد موفق تداوی معده نوشیدن آب بعد از خوردن هر چیز دیگه باید یک گلاس آب یک گلاس آب یا دو گلاس آب مطابق عادت و توانایی این یکی از طریقه های بسیار زیاد خوب جلوگیری از امراض معده و کسایی که تکلیف معده دارن تداویش در کل من چیزی می‌خواستم بپرسم که یعنی در اول صبح باید یعنی چگونه غذا خورد در وقت مناسبش یعنی که خب وقت بعد از خواب بیدار میشه احساس گرسنگی طبعا بر انسان دست میده و باید اولین چیزی که باید می‌خوریم چی باید باشه و دقیقاً شما صحبت کردین که یک گلاس آب خورده شود و بعد از او غذاهای داغ یا هم سرخ شده خورده شود یا هم غذاهای سبک و یعنی به نظر من یعنی چیزی که میخوایم بپرسم این است که غذای سرخ شده باشه یا هم سرخ شده نباشه غذاهای سرخ شده کاملا مضر از برای معده خب بعضی در صبح چپس استفاده میکنن یا هم تخم استفاده میکنن که به صورت نیمرو یا هم خیلی سخت بختش میکنن و میخورن تخم اگر نسوخته باشه مشکل نیست ولی چپس اصلا ما پیشنهاد نمیکنم چپس بخورن یا کدام چیز سرخ کردی دیگه به خاطر که معده بسیار زیاد خالی و گرسنه است و در این وقت اگر ما کدام غذای مضر بالای معده میپرتیم طبعا یک بار اضافی یک تخریشات تجدید میشه زخم ها دوباره تازه میشن و تکلیف بسیار زیاد میشه یک چیز دیگه که تابانجان یک تحقیقات در انگلستان رخ داده که بالای تمام غذاها مورد تحقیق قرار گرفته ولی بهترین هم میخوایم یادآوری کنم که بهترین میوه که بر معده بسیار زیاد مفید است در التیام زخم ها و شدیدگی ها کمک میکنه و از زخم ها جلوگیری میکنه او عبارت از توت زمینی است و گفته شده که اتر مهم نیست که هر فصل ما توت زمینی بخوریم اگر در یک سال در فصل توت زمینی به مقدار کافی توت زمینی استفاده شود حتی تا کل سال میتونه که یک شخص محافظت کنه و یک موضوع دیگه قابل یادآوری است که از طرف شب چندین بار یادآوری کردیم در برنامه‌های مختلف که غذا تا حد امکان باید سبک گرفته شود به دلیل از اینکه بالای معده تنها غذا تاثیر منفی نمیگذاره اگر حرکات روده ها ضعیف باشه و معده به صورت درست و آسان
آسانتر تخلیه نشه و مواد غذایی دیر دمیده باقی بونه این هم تکلیف های میده تجدید میکنه به خاطر که هر قدر غذا دیر دمیده باشه همه قدر میده اسید آزاد میکنه و این اسید به حد میرسه که به خود غشای مخاطی میده تمام میشه بعد از غذا خوردن دفتن خوابیدن کار درست نیست تکلیف های میده را بسیار زیاد تجدید میکنه اما و همچنان تازه اگر تکلیف نداشته باشه کس میتونه تکلیف پیدا کنه وقتی که ما شما روزمره را میگردیم بعد از غذا خوردن قدم میزنیم اینا کمک میکنه که سرعت حرکات روده ها زیاد شوه معده زودتر تخلیه شوه و به تکلیف ها کمتر مواجه شوه استفاده از نوشابه های گازدار بسیار زیاد خطرناک است باید تا حد امکان از نوشابه های گازدار جلوگیری شوه و همچنان استفاده از الکل یک گپ بسیار زیاد خطرناک برای معده است میتونه سریعا زخم های ایجاد بکنه و در ضمن قابل یادآوری است که تنباکو به هر طریقی که استفاده شوه برای معده مضر است برای معده مضر است بله دقیقاً مواردی که برای معده مضر بود و میتونه که ما را دچار بیماری های هم امراض که برمیگرده بر معده بسازه دکتر صاحب بر شما اشاره کرد خب خیلی سپاس از دکتر صاحب که امروز باز هم با ما بودین و تشکر از شما همچنان سپاس